امروز در برنامه ما آغاز کمپین حمایت از آقای رایفی پور چرا از رایفی پور حمایت میکنیم در ادامه برنامه حضور سید محمد در جمع فعالان ستاد تبلیغاتی آقای پزشکیان ایشون در این جمع چه کار میکند حرف داریم کار داریم با سید محمد همچنین در مورد استخر فرح خواهیم گفت و خواستن چشمشو درست کنن رسمن جانی چی ها نفتشم شکندن <applause> خبرهای دیگه داریم در طول برنامه به بر ریش داشته و نداشته براندازان دوپیلی سخت خواهیم خندید امریز که کار ماست راه ماست خلو اما او ماسیما مسی کار اگر رو مسی مسی کار فک فکر کردی چه کردی ما خلو با چ... چه او مسی خودت گو کسونم پس کلت رسونم خب دوستان با اقتدا به مولایم سرورم آقا امیرالمومنین با هم دیگه یا علی میگیم و میریم تو کارش سلام ایرانیان سلام هموطنان ما در باکو تالش نخ جوان. سلام هم زبانان در کشمیر اندوستان پاکستان تاجیکستانی های عزیز افغانستانی های گرامی فارسی زبانان در سمرقند بخارا فرخانه شیان کویت برای نلقطیب جنوب عراق شروع به لبنان بچون انصار لای من شیخ زگزاگی و یارانش و سر دنیا اونایی که صدای ما رو میشنم دوستان عزیز همین اول کار با بالا غیرتن خاک بر سر زیبا کلام یارتونه خاک بر سر حسن قولی دوز این دوزد نابکار قولی شناز نادرست قلی باف بوده تو بچگیش و ای قلی ها خوب و بد از هم میشناخته چله هشت قلی نفیس ماند عهد قاجاری خدا میلیارد تومن پول نمیده اینطور هپلی هپو کردن شطور با بارش بردن و حسن تش به کارت قولیان بردی نادرست <applause> حسنی قولیان از روحت بکشم خلو حسن دوی سی میلیارد من زرر زیان ورمو زیر مشکلو نگاه کن دی سی هزار ملیار تومن بهت آسیب میزنم هزاران میلیارد تومن آبرو داشته و نداشته تا خیال راحت تا نه نخونمت هستن ولکنت نیستم هستن خب اما بنیم تو آقا ما میخوام یک کمپین حمایت از آقای رایفی پور ایجاد کنیم کمپین حمایت از آقای رایفی پور چرا ما از آقای رایفی پور حمایت میکنیم حالا ممکن برخی از دوستان میگه آقا این کمپین رو به چه درد میخوره کمپین ما این نیست که آقا ما مامور اولا به نتیجه نیستیم به تکلیف نامبر وان بحث ما بول کردن یه قضیه است خیلی وقتا بالاخره خیلی ها نمیدونستن اصلا این سرنگ جوان مردی چی همین با ای کمپین هایی که امسال ما ایجاد کردیم امروز خیلی از ایرانیان درگیر شدن تو قضیه سرنگ جوان مردی در کمپینی که حمایت از آقای سعید جلیلی داشتیم در انتخابات هم خدایا شکر الحمد رو نمیگیم کار بالاخره ما هم یه گوشه کوچیکی نقش داشتیم این مشت محکمی که ملت ایران تو دهان خود تحقیر آزد خود برتر بینازد به خاطر حضور فعال شما هست دوستان عزیز همه ما ما میخواییم مسئله بلد کنیم آقا ما مخالف رویه حاکم بر قوه قضایی هستیم آقا چرا قوه قضایی این همه عجول است واسه بررسی پرونده رای بود چرا این عجله رو ما جای دیگر نمی بینیم چرا در دستگیری رجل سیاسی که کلی با فعلاشون ترک فعلاشون به, آس... به مملکت ما آسیب زدن آسیبای چند صد میلیارد دلاری کسی یقهشون نمیگیرد چرا رافی پور گرفته چرا این همه عجله وجود داره واسه محاکمه رافی پور ما عجله رو نمیفهمیم خب دوستان آغاز میکنیم کمپین حمایت از رافی پور آقا من از رافی پور حمایت میکنم به این خاطر که رافی پور نقش داشت در تبیین مسائل انقلابی تبین مسائل اعتقادی خیلی از چیزهایی که برخی از به اصطلاح روحانیون مداها چه میدونم این ملاهایی که تو تلویزیونی همه خرج میشد و هیچ کسی هم ازشون نتیجه نمیگرف رای فیپور رای فیپور و نه و احسن و ببیانی خوب این مسئله اعتقادی رو واسه مردم تبین میکردن و همچنین مسئله انقلابی رو دفاع از نظام و انقلاب ایشون نقش اساسی داشتن نماینده گفتمان جریان انقلابی بودن من از رای فیفور حمایت میکنم چون که احساس میکنم در حق ایشون ظلم شده است چون احساس میکنم که آن چیزی که برای آقایون مهم است نه مسائل قضایی نه مسائل حقوقی یا احیانا دلپیچشون واسه رعایت قانون و جلوگیری از فساد و این قبیل امور نه من احساس میکنم در قضیه رایفی پور روکم کنی نهفته است آقایون سعیشون بر این است که روکم کنی کنن مسائل سیاسی در آن دخیل است چرا رایف پور تو همه این سالها به دادگاه هزار نشد چرا بعد از کنشگری در انتخابات مجلس که الهاز شخصی هم هیچ نفعی واسهش نداشت یکویی میشه آدم بده قصه و همه تیف از برانداز از لیبرال از طرفداران آقای قالیبا و خیلی جریان دیگه متحد میشن واسه کوبیدن من اعتراض دارم من اعتراض دارم به این رویه قوه قضاییه که چرا در برخورد با مفسدین کل گنده ها آقا زاده ها جن برترا از ما بهترون با اغماز حتی با معاندین افهای گترهیشون رو دیدی با سلبریتی ها که از هفت دولت آزادن با همه اینا با اغماز با رفعت برخورد میکنه اما مشت واسه جریان خودیه نمونای فراوانی است یکیش سرنگ جوانمردیه یکیش رایفی پور یکیش حسن عباسیه ما احساس میکنیم انادی وجود داره واسه جریان انقلابی ما احساس میکنیم در جمهوری اسلامی انقلابی بودن جرم است گناه است ما احساس میکنیم اگر در نظام شما چهار تا لگت به انقلاب و مقدسات بزنید عزیزتر می شوید دیده می شوید حرفتان شنیده می شود آقا ما با همه مسائل اعتراض داریم اینه که آغاز میکنیم کنیم این کمپینو از دوستان عزیز می خواهم بیننده نباشید برار این صدا باید شنیده شود صدای آدم های حقیقی آدم های واقعی که اعتراض دارن آقا از دوستان عزیز میخوام که فیلم های خودشون واسه ما بفرستن کوتاه و امروز رای فیپور نماد جریان انقلابی امروز رای پور نماد جریان وطن پرستی واسه همین کفتارهای خارجی و داخلی امروز خیلی خوشحالن خیلی خوشخوشانشونه لطفا رو واسه من بفرستید در ایتا در تلگرام حتی دوستانی که روبیکا دارن من لینک روبیکا رو هم میفرستم و منتظر ویدیوهای شما هستیم دوستان عزیز بیطرف نباشیم آقا ما اعتراض داریم به این ها که عزیز ما مثل شهید عجمیان شهید علی وردی دیدیم چطور قاتلینشون قصر در رفتن اما با معاندین اینطور با رفعت با گذشت افهای فلعی برخورد می شود ما به همه اینا اعتراض داریم منتظر های حمایتی شما هستم آدرس کانال رو هم در زیر همین ویدیو در قسمت توضیحات قرار میدم تو قسمت کامنت ها هم پین میکنم اون بالاست که میتونید وارد بشید و ویدیو رو واسه ما بفرستید دوستان عزیزم صدای رای پور باشیم برادر حالا ممکنه به ایشون نقدم داشته باشیم ولی ما با این رویه اشکال داریم ما با این نگاه مخالفیم نقد داریم آقا خب اما بریم تو برنامه ادامه برنامه ببینید دوستان عزیز سید محمد سید محمد من یه فیلمی ازش دیدم با حالا یه عکسی هست که ایشون با آقای پزشکیان دیدار داشت خب مشکل نیست رئیس جمهوره بالاخره ایشون و خیلی الان دیدار بلاخره این بخش روتین این یه چیز عادیه دیدار با رئیس جمهور این تا اینجاش قابل فهمه بعد این ستاد فعالان جمع فعالان ستاد آقای قالی پزشکیان با عنوان باسپاس در سالن وزارت کشور برگزار شده و دیدیم آقای سعید محمد هم در این ستاد در جمع حامیان آقای پزشکیان ستاد آقای پزشکیان هم حضور داشت اینو ببینیم میگه سپاس ایران با سپاس ایران ببین این جمع جمع حامیان آقای پزشکیان در انتخابات اصلا یه جمع عمومی نبوده است بیا یه مسئله رو بررسی کنیم آقا ببینیم چند چندی سید محمد یه پاسداری بود که از رئیس، یه مدتی رئیس قرارگاه خاتمال، سازندگی خاتم الانبیا بود بعدش با کمک جریانات بچه های انقلابی و اینا یه دفعه بلد شد، در انتخابات 1400 هم شرکت کرد خب، رد صلاحیت شد چون تفکر انقلابی داشت، از آقای رئیسی هم حمایت کرد و حضورش رو در کمپین آقای رئیسی هم یادمون میاد، در اسوان جای مختلف بعدم در دولت رئیسی نه ماه هم این رئیس مناطق آزاد و این چیزا بود که بعد نه ماه توسط مافیای قالیباف و خاندوزی و مخبر و اینا کل پاش کردن و خانه نشین شدن یه مدتی هم مشاور آقای فتاح بود در بنیاد مزدزفان آقای فتاح که از بنیاد مزدزفان رفتن اون بنیاد فرمان هشماده امام ایشون در دانشگاه استاد دانشگاه بودن و به تدریس مشغول بودن خب ما سید محمد رو به کسی میشناختیم که چی نگرش انقلابی دارد در کنار جریانات چی اصولگرایی. حتی خود ما هم یه صوتی از ایشون پخش کردیم که ایشون از آقای جلیلی حمایت میکنند بعضی از دوستان اینو واسه من فرستادن که جریان چیه؟ چرا سید محمد در ستاد تبلیغات آقای پزشکیان حضور دارد؟ اینو باید ایشون توضیح بدن. همچنین سید محمد در انتخابات قبل انتخابات یه تویتی هم منتشر کردن دوستان عزیز. مدن این توییت هم بخونیم. ایشون میگه در لبک به فریان فرمان مقام معظم رهبری ان مردم آگاه فردا در یک مشارکت ادکسری و با انتخاب اسلحه منطبق بر معیارهای اعلام شده از سوی رهبر فرزانه دور جدیدی از اقتدار و عزت جمهوری اسلامی رو رقم خواهند زد مجدد لازم به ذکر است این جانب تاکید و یا تأییدی بر روی کاندیدای خاصی نداشته و ندارم و مطمئنم مردم مردم هوشیار به وظیفه ملی خود در انتخاب اصلا اقدام خواهند کرد بله خب ایشون قرار نبوده با قالیباف رای بدهد خب سر جریان هلدینگ یاس و درگیریش با قالیباف و دشمنیش خود دیگه اثر و سه ما چیز بیشتری ندارم بگم فکر نمی کردیم از آقای پزشکیانم حمایت کنن چرا که اینشون یه فرد انقلابی با اصول می دونستیم نه با لیبرال ها بالاخره جریان آقای پزشکیان حالا خودش کمتر ولی بالاخره جریان حامیش آدم لیبرالا بودن اصلاحچی ها بودن یه تنها مفروضی که با باقی میموند این بود که ایشون از آقای جلیلی حمایت کنن خب اینجا گفته من تأکیدی ندارم وقتی میگه من نظری ندارم آیا مفهوم معکوسش این است که من نظر دارم به آقای پزشکیان نظر دارم حکایت میدونید چیه دوستان حکایت بیانی قالیباف میمونه بعد از دور اول گفت من از سید جلیلی حمایت میکنم اما, می اما ستادش اون وهب عزیزی زیر مشکلون و بقیه گذاشتن در اختیار آقای پزشکیان حمایت رسمی کردن از پزشکیان اما کلامی و لسانی به خاطر اینکه فشار از روش برداشته شود این گندی که زده بخواد ماسمالیش بکنه به صورت شفایی گفت من از آقای جلیلی حمایت میکنم فقط یه, بیانیه بیانی روتی نه در متینگ شرکت کرد آقای جلیلی نه دست آقای جلیلی نه برد بالا الهاز عینی مردم ببینن نه اصلا یه بیانی بی اثر فقط واسه رفع تکلیف این توییت سید محمد یعنی که من از آقای پزشکیان حمایت میکنم درسته گفته من به کسی ولی مفهوم معکوسش این است دیگر اگر یادتون باشه من انتقادی که رایفی پور کردم سر جریان جپه صبح ایران که دو شاخه دو جل... داشت یه زلش آقای رایفی پور بود یه زلش هم سعید محمد بود. چرا جپه صبح ایران تا خود روز آخر تا روز چهارشنبه که یه بیانیه داد حمایت موثری از آقای جلیلی نکرد در دور اولم. منتقد بودم من اعتراض داشتم به اون کار و گفتم اون اطلاعیه ای که یا اون توییتی که رائفی پور زد با عنوان حمایت جپه صبح ایران از آقای جلیلی پس چرا سید محمد وجود ندا... نیستش در کنار ایشون من اون ایراد اون زمان گرفتم مشخص بود دوستان یه اختلافی وجود داره یه درگیری وجود داره آقای سید محمد بوی راهش جدا کرد یا اینطور به نظر میرسد بالاخره اینقدر خالیباف اذیتش کرد و اینقدر تو دولت رئیسی هم زدیار رئیسی هم اینقدر از طرف این خاندوزی و اینا مخبر بهش بیمعرفتی شد که این جوون رم دادن او سمت جز این من چیزی به ذهنم نمی رسد و یه نکته هم دیگر هست برارو در ایران شما هیچ وقت دشمنی بین جریانات سیاسی شما من گفتم به جز مرشد به جز رهبری هیچ کدوم از رجل سیاسی در ایران صاحب پرنسیب نیستن اصول صاحب اصول نیست اصولشون جیبشونه پولشونه 90 درصد اینطوره برادرم منافعشونه منافعشون ایجاب میکنه به کدوم سمت شیفت بکنن همین لیبرال ها بودن انتخابات مجلس 1300 1378 هاشمی که در اومد همین جپ مشارکتی ها و تاج تاجزاده و نکبتزاده ها دشمن رسمنجانی بودن دیگه به اسم عالی, جناب سرخپوش و این چیزا مقاله می نوشتن کتاب می نوشتن و اونو ام الفساد معرفی می کردن و بعد دیدیم رسمنجانی با لیبرالها در فتنه 88 نزدیک شد و شدن برادر قوم رفیق یا نزدیکی علی لاریجانی که خودش اصولگرا میدونست به جریان رسمنجانی و روحانی و روحانی هم حتی خودش اصولگرا میدونست نزدیک میشه به لیبرال ها یا خالی باف بازم نزدیک میشه به اون جریان نشون میده که برادران اینا تماما منافع حزبی و باندی براشان مهم است تا اصول و پرنسیب و ایدولوژی دوال و لاف ملاست همیشه همینطور بوده است ببینید گزارش بخونم از دیدار آقای سید محمد با آقای پزشکیان نمیدونم چرا قلبم درد میکنه دست چپم درد میکنه آیدی دیر رو سکته کردم دوستان <applause> با خوشحالی از این دنیا رفتم خدا وکیلی <applause> خب جماران زده که پایگاه خبری جماران سید محمد پس از دیدار با پزشکیان دولت چهاردهم انسجام ملی ایجاد کرده دو قطبی کاذب از بین رفت خیلی انسجام ملی با ایجاد کرده جون تو خیلی آقای محمد با کدوم انسجام با شعارهای تفرق برانگیز قومیتی با فعال شدن جریانات پان با شعارهای این که شیعه بودن جرم است امتیازی ندارد زن بودن و فعال کردن گسلهای جنسیتی و مذهبی و قومی کجاش انسجام پیدا حالا بماند ولی اینا میگیم شعار است چیزا کلی که باید بگوید خب به گزارش جماران سید،, سید محمد رئیس اسفق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا پس از دیدار با دکتر پزشکیان رئیس جمهور منتخب گفت به دکتر پزشکیان جهت اعتماد مردم و رأی خوبی که به ایشان دادن تبریک عرض میکن ضعیفترین رئیس جمهور تاریخ ایران بوده از جنبه حمایت مردمی رأی چیش خوب بوده های محمد از جهت دیگر کشور درگیر مشکلات اقتصادی بسیاری است و حتی در حوزه زیرساختها یک سری موارد را ما بر اساس تجربیات گذشته خدمت ایشان بیان کردیم تا برای برنامه ریزی های آتی استفاده شود خصوصا ناظر بر صحبت هایی که امروز مقام معظم رهبری فرمودند در مورد تحریم ها هم صحبت کردن بعد گفتن دکتر پزشکیان ذهن باز و فعالی دارن خیلی فعاله <applause> و در خصوص پاسخ به پیشنهادات ارائه شده گفت دکتر پزشکیان موضوع را کاملا قبول دارند و ذهن باز و فعالی در این حوزه دارن و این مسئله رو مطرح کردن که با استقرار دولت دولت قطعا روی این کار خواهد شد قطعا کار خواهد شد بله و یک کمپینی هم دیدم در این چند روز پیش ایجاد شده بود که آقای سید محمد هم وارد کابینه آقای یعنی کمپین این بود که از دولت چهاردهم دولت پزشکیان بخوایم که سید محمد هم بیاره تو کابینه آقای سید محمد من نمیدونم اینه دوستانه میگم دوست دارم و فکر کنم یکی از کسایی بودم که بیشترین تبلیغ رو کردم واسط از این زاویه که معتقدم فضای مدیریتی در ایران فضای سیاسی در ایران باید از حلقه بسته مافیای ثروت و قدرت خارج شود این مافیای قدرت و ثروت این حلقه محدودی که تو این پنج سال چمبره زدن بر مقدرات مردم و اجازه رشد نمو به هیچ جریان مستقل دیگر نمیدهد این باید شکسته شود من از با این نگاه از فردی مثل شما حمایت کرد چون میدونستم دغدغه انقلاب داشت دارید یا حداقل اینطور نشون میدادید دغدغه کشور دارید اما بگذارید یک نصیحتی به شما بکنم آقای سید محمد مردم ایران کسانی را که مرتب تغییر موضع میدهند را دوست ندارند حتی تاریخ هم دوست نداره ببین ما مولا علی رو چرا دوست داریم سر حقیقت موند عزیزترین یارانش از دست داد تنها شد شهیدش کردن اما یک سانت یک میلیمت از حقیقت فاصله نگرفت رهبری رو دوست داریم چرا شما برید سخنان رهبری رو 20 سال پیش 30 سال پیش گوش بدید آقا مثل که واسه امروز گفته مثل لیبرال ها بادی بر جهت نبوده و خیلی از این اصولگرایان منفعت طلب نبوده اول انقلاب سوسیالیست بودن کمونیست بودن بعد یه دفعه نیولیبرال میشن سر اصول و پرنسیبش بوده و گذر زمان هم درستی نظرش نشون داده این ور اون ور رفت زدنت آیست سید محمد فقط باعث میشه که آبرود بره کم مایه مایبش حالا امیدوارم پشتش این چیزی نباشد فقط منباب نصیحت میگویم کسی فاهشه های سیاسی را دوست ندارد مموتی را ببین از دست بوسیدن به کجا رسید؟ امروز به جفتک زدن افتاده است؟ برادر اگر نیتت این است که به این دولت نزدیک بشی پست مقامی بالاخره این این راه غلط است برادر قطعا ملت اونی که بر روی اصول میماند سرانجام بهش رجوع خواهند کرد همونطوری که مولا علی 25 سال صبر کرد 25 سال خانه نشین شد اینقدر چاه در در آج خیلی هم تنگ دست بود اینقدر میرفت چاه در می آورد بعد خیراتش میگرد معروف شد به ابو تراب ابو تراب در عرب یعنی خاکی همیشه خاکی بود در حال حفر چاه بود و بالاخره اونجا کبیر اقلیم خشکی بود و در حجاز و آب کیمیاست اما مردم بعد 25 سال بهش رجوع کردن و امروز علی کجاست دشمنان علی کجان محبوب قلباس یا نه بمان سر جاد آقای سیدی محمد روی اصولت محکم بمان حتی اگر در این لحظه کسی قدرت ندونه حتی در این لحظه احساس کنی در طیف اصولگرایان امثال منباقر بهت ظلم کردن که کردن اما این راهش نیست آقای سید محمد من قلبا دوست دارم و دارم نصیحت برادرانه بد میکنم شیف کردن و وروبر صورت خوشی ندارد ره به جایی هم نمیبرد سنگ ما در لوری میگیم سنگ وقتی از سر جاش بلند شد دیگه سنگین نی دیگه بیارزش میشه سر جاد بم و سنگ با سنجننت سبوک با پشکننت بله اینم لسنتی بود با آقای سعید محمد امیدوارم بالاخره ایشون بشنون اما در مورد فنا رفته مستره و فرح امروز حرف دارم سیت اینه ببینید این اینا اون رجوعی منتشر کرده این نزدیک به رسمنجانی گفته این استخر فرح ببینید برا رو گفته استخر فرح نبوده این تو دفتر هویدا بوده بعد رسمنجانی گور به گور شده بعد انقلاب ساختش آبتنی کنه شما این خاطرات این گور و گور شده رو بخونید دوستان سال 71 71 72 در روز تاسوعای حسینی که مردم ایران تمام شیعیان ایران دارن حسن حسین میکنن ایشون در سال 72 نه 82 نه 92 حالا میگیم دیگه اعتقادات مذهبیش رقیق شده لیبرال شده نه 72 چهار سال امام فوت کرده در سال 72 در روز تازرو میره کجا آبتنی صد لطیان آهنگ آهنگ ترانه هم میخونه باز شب اومد شب اومد شب اومد شب اکبر برقص اکبر برقص زیر مشکلو باز تب اومد تب اومد تب اومد تب افت افت دست بالا بر افت <applause> این خانواده اعتقادی داره بگو حالا این زده در جنب کاخ سعدابا دفتر ریاست جمهوری که آقا این گور به گور شده بره شنا کنه که سرانجام توسط یکی از نیروهای امنیتی فاش شد بابا این در استخ نه و ریخ مرگ سر نکشید پچه چه این در مستره و استخر فرا در زمان نجاست کردن یه دفعه ریق مرگ سر کشید و گفت پرپس افتاد داخلش <applause> واسه زمین هیچ عکس و فیلمی از اکبر شما نمیبینید <applause> اکبر نجس کسیف ببینید خدا چطور نفت حتی مرگ خوبی هم نداشت اکبر حالا اون جریان تابوت خالی و اون مدی خرکش پسرش و اکس های سلفیه که با, با تابوت بواش میگرفت اینا ندارم بود را تو هم بری تو ربوت خب بخونم براتون اینا حمید رسایی گویا محسن که خدا رحمتش بکنه ضمن احترام به همه قصابا یه قلم رزو قصابی داشته به مثل خود اونه <applause> ببین این موسن هاشمی که یه فیلمی هست که جریان اون هاشمی بعد اینکه ترور خود ساخته دید رهبری ترور شد دستش از دست داد شید رجایی بهشتی بعد گفت بذار منم یه ترور علیکی درست کنم میدونید خب بابا میبینید می که اون شوهران فائز و فاطمه خب اون بچه های کی بودن؟ لاهوتی بودن اون آخونده لاهوتی الان بچه های فائزه تو انگلیس لاهوتی اسمشونه لاهوتی کی بود؟ لاهوتی از سازمان مجاهدین خلق بود بعد اومدن اینه درست کردن فائزه آقا حرف میزنه فائزه میپره تو حرف اکبر گفت من اکبر زیر مشکلو بی قابل اونم مهدی این محسن که تو 23 سالگی میشه رئیس ابر پروژه ایران یعنی مترو تهران مدیر عامل مترو تهران تو 23 سالگی بعد اون داره خربزه میخوره و این نینجا بازی پردم چنگال چنگالی طور پرت می خیلی خیلی بی. از زمان قدیم خیلی با فرنگ مرحوم نامخفور به فنا رفته ببینید همین رسایی میگه این استخر مشهور کاخ سعدآباد است کمی گپش بکنم ببینید برارو این اکبر اینجا ریق مرگ سر کشید ملک المود و ماسیش اکبر بیا گو نه نمیا گو بیا گو میام گو بیا سرانجام در مسترو خفگیرش کرد و به فناسه بردش ببین امید رسایی میگه که بله حمید رسایی دشمه داره میدونم از جه من این... باقر این راستی بود خاله مال شمسی خانم که گفتم این با قالیباف یکی نیست نا. باقر با قالیباف نه باقر خاله اسم مادر شمسی خانومه جو دیدم بعضی تو کامنت ها خیلی من با قالی بافم نه باقر خاله اسم مادر شمسی خانومه بله در تخت هم جفت میشه دوستان عجیب خدا یعنی نه ماجزان باقر خاله باقر نمیدونم کی <applause> خب حمید رسایی میگه که این کاخ مشهور این استخر مشهور کاخ سعدآباد است که رسمنجونی وقت شنا کردن در آن از دنیا ریق مرگ سر کشید عکسی از مشاورش غلام علی رجایی منتشر کرده برای اینکه افتضاح مرگ هاشمی در استخر فرح را توجیه کند نوشته این که استخر فرح نیست بلکه مجموعه هاشمی بلکه مخصوص هاشمی مخصوص هاشمی در گوشه کاخ سعدآباد ساخته شد تا وی دوباره دوبار در هفته شنا کند گفتم مثل تاسوع حسینی این مرحوم نامغفور حتی در تاسوع حسینی هم به شنا میرفت گور به گور شده آخه مشاور محترم خواستی آبروی مرحوم را درست کنی زدی چشمش را هم کور کردی این که اثبات اشرافیت و خلق و خوی سلطنت مابانه آن مرحوم است تو که با این عکس و توضیحات آشمی را تبدیل به خود فرح کردی <applause> بله این دوای محسن و رسایین هم بخونم براتون جالبه یکمی بخندیم واسه انبساط خاطر خوب برارو رو بله حمید رسایی میگه اخیرا محسن هاشمی در یکی از برنامه های شبکه ادعا کرده که رسایی برای اولین بار مرگ هاشمی در استخر فرح را مطرح کرده و رسایی تندرست بنده به دلالی قصد تر علنی این موضوع را نداشتم اما با تعجب اصرار محسن هاشمی نکاتی را یادآور میکنم اولا اساسا اینکه که هاشمی در داخل استخر فوت کرد یا جای دیگری در استخر محل دردید از مستر و بید ملت ای ملن میم مسترو به یه دفعه ملک خفتش که اکبر بیا بینیم. زیر مشکلو دارم سیدگی کاسکلی اکبر مارموش بازی در آوردی همه عمر آور دیدی در خفه هم افتادی در داخل مسترو ای ازرایی جان مادرت <تصفح> نه بیاد زیر مشکل بیا بیا بیاد چنگ بیاد خفه بیا, ده قپ هم. بیا. بله محسن خودش بهتر میداند از چه چیزی صحبت میکنم داره بهش میشونه که در مستره و ریق مرگ سرکشید کشید مرحوم سانیان ادعای مرگ آشمی در استخر فرح برای اول بار توسط بنده مطرح نشد بلکه این موضوع همان ایام پس از مرگ آقای آشمی در رسانه, ها رسانه های مختلف بدون اینکه که تکذیب شود مطرح شد تا اینکه پس از مدت زیادی در نشیه نو دی در ضمن یادداشتی مطرح شد محسن هاشمی بدون شکایت از بقیه فقط از بنده که مدیر مسئول نو دی بودم شکایت کرد و توسط دادگاه ویژه هم بنده احضار شدم در دادگاه ویژه مستنداتم در این باره را ارائه کردم پس از آن دادگاه ویژه آقای محسن هاشمی را هم فرا خود. در جلسه مذکور محسن هاشمی استخر را ساخته شده پس از انقلاب دانست که در کاخ متعلق به همسر هویدا ساخته شده من گفتم اولا چرا وقتی این همه مطرح کردن تکذیب نکردین سانیان یعنی این که این بدتر شد اعتراض ما به خلق خوی اشرافی هاشمی رستنجانی بود ولی اعتراف به ساخت استخر استخر اخت... اختصاصی آنم با بیت المال برای استفاده شخصی شخص هاشمی و خانواده وی یعنی او خود فرح شده بود <applause> در این جلسه مستندات متعددی به نقل از خانواده هاشمی درباره استخر ارائه کردم که همگی در رسانه های عمومی مطرح شده بود و من فقط آنها را کنار هم قرار داده بودم محسن هاشمی عصبانی شد و شروع به داد و فریاد کرد کار از فریاد گذشت و از عصبانیت نره میکشید من فقط در حالی که لیوان آب را سر میکشیدم و به او نگاه میکردم گفتم صدای من از تو بلندتره ولی اینجا جای دلیل آوردن است نه فریاد محسن هاشمی در حالی که ساختمان دادگاه ویژه را رو روی سرش گذاشته بود می کرد که من به پدرش بی احترامی میکردم من هم فقط میگفتم اینا ادعای مستند خواهر برادر خودت از مشکلو و وکیل خانوادگیت و دوستانتان است که من کنار هم قرار دادم اگر توی است آنها کردند به دلیل فریات های نامتعارف محسن را از جلسه بیرون بردن مسئولان جلسه دادگاه ویژه از سبوری و خیشنداری من در برابر فریات های هاشمی و توین های وی تشکر کردند در نهایت کلی مستندات را به آنها ارائه دادم و نتیجه جلسه دادگاه با تجربه ادله ارائه شده که تمامی آنها مواضع فرزندان هاشمی وکیل خانواده آشمی دوستان نزدیک وی بود پس از مدتی تبرئه بنده بود و حکم من تعقیب صادر شد عصبانیت محسن از محسن از آن جلسه است که درکش میکنم خیلی گنه شما تا زید تو سر که بابای من در استخر فره ریق مرگ را سر نکشیده از حالا ثابت شود که بابای خود, 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 خود فره بیده در اسخنم نمرد جرجای دیگر <applause> در خلا <applause> بله اینم از ماجرای رسمنجونی که فرح شده بود آقا این رویای براندازان دیوپیلی کمی بخندیم بشون ایما سال 402 سلام فرمانده است این نوشته بای بای فرمانده <applause> ادار 402 هم رفزی هم مشکلو بعد نوشته بازگشت صدها ایرانی خارج از کشور این جمهوری اسلامی سرنگون شده انتقال آرامگاه شاه به ایران جستجوی سراسری برای دستگیری علی خامنه ای ساخت سرود ملی جدید توسط شروین حاجی پور <applause> <applause> جمهوری اسلامی منحل شد مشتبا ای به دست مردم کشته شد نمیدونم ابراز پشیمانی برادران لاریجان ای نادرسته حتی تو این چیز رویای براندازان این لاریجانی ها هم خیانتی میکنن سر حرفشون نمیستن و بالاخره خیانتشون دستگیری رئیسی و اجرایی توسط پلیس اینترپل ای داده بدار رئیسی رفراندوم ملی تاریخ پیش اعلام شد روز ملی زن به روز مسا کامل تغییر یافت بله ببین چه فقط فقط رویا مگر و بینی زیر مشکلونیا بله ما به بریش داشته و نداشته اصلا اما اومسی مستی کار بله پروژه بگیرا دارن داماد حسن قولی تعریف میکنه چی میگن پروژه گرفتن تعریف شده نه این فقط داماد سر داماد سرخونه اصلا قلیدوز نی مخترعی اندیشمندی دانشمند کسی که با تگماده و کمک های بابای زنش خلبان شده بود حتی ارزه نداشته بود مدرک خلبانیشو بگیره حالا میخوان بذارنش در متاسفانه خبرهای ناجوری میرسه در کابینه آقای پزشکان قرار بشه مسئول علوم و فناوری و این چیزا معاونت علوم و فناوری و اینا تو ما سرخونه حسن قلی‌دوز باورتان میشود برادران باور کنید برادران همه چیزها در ایران فقط اتفاق میافتد در ایران فقط قرار بود همون زمان حسن قلی‌دوز اواخرش به ماجرای خلبان شدن غیر چی میگن غیر قانونی این شخص رسیدگی شود رسیدگی نشد که هیچ الان قرار رئیس علوم و فناوری و شرکت های نانو تکنولوژی و چی میدونم دانش و این چیزها شود بله آقا در مورد من این نئولیبرالیسم تفاهم کاری با پزشکیان ندارم من با کسایی که دوره بر آقای تفکری که آقای پزشکیان روی کار آورد کار دارم تفکر نئولیبرالیسم که اینو شهر دادم نئولیبرالیسم دشمن کارگر است در همه دنیا نئولیبرالیسم دشمن کارگر است دشمن کارگر طرفدار سرمایهدار. نو نئولیبرالیسم میگوید سرمایه باید پول زیاد شود اینقدر پول زیاد بشه که تاش یه چیزی که پلپ بریزد برای کارگر اون صاحب کارخانه شود کارخانه های بسیار بسازد یه عده کارگر بیاره استخدام کنه به اسم استخدام کردن او تریاردر شود نه قائل به حقوق به کارگر است نه قائل به این است که کارگر هم حقی دارد یه زمانی کارگران رسمی می شدن در ایران تفکر نیولیبرالیسم دولت رفسنجانی رسمی شدن و واسه همیشه به فنا داد گذاشتن کنار واگذاری صنایع به بخش خصوصی در دولت پزشکیان دوباره آغاز خواهد شد شروع خواهد شد سرعت خواهد گرفت ما همه چیزها رو گفتیم دوستان ببینید توییت عباس عبدی رو ببینیم تا بدونیم در چه خطری طبقه کارگر در ایران رو تهدید میکند بنده خودم یه فعال کارگری بودم یک فعال سندیکایی بودم خودم یه فعال چپ بودم فعال اجتماعی بودم میشناسم این جماعت رو لحاظ فکری لحاظ ایدولوژیک ببینید اولا قطعا در ایران سن بازنشستگی افزایش پیدا خواهد کرد شک نداشته باشید ما داشتیم در و 39 سالگی بعد از 20 سال کار کردن بازنشست شد هیچ یکی از بهترین مدرترین بازنشستگی ها در جهان در ایرانه اینو خواهند گرفت اینو خواهند گرفت مثل غرب طرف تا هفتاد سالگی 65 سالگی شیره جونشو میگیرن نابودش میکنن مستعلکش میکنن دو سه سال بعد بمیرد که شرکت های بیمه پول زیادی خرج نکنن دعوای اینا دعوای ثروت هست پول است سرمایه است برادران مردم واسه اینا عدد است ببین عباس عبدی چی گفته تا مغز استخان لیبرال نو لیبرال میگه فولاد ارمزگان با بیش از هزار کارگر که 3500 نفرشان زاید است یک ماه اردیبهش را روزا برق نداشت شبکاری میکردن و از اول خورداد تا حالا رو احتمالا آخر شهریور کلن برق ندارد و تعطیل است راه دوباره هم هزینه زیادی دارد دستاوردهای دولت سیزابی یعنی آقا میگه 3500 تاشو اخراج کن اینکه که برق ندارد چه ربطی به کارگر دارد وظیفه به معروف فراهم کردن ابزارای کار براده کارفرماست الان ما در رفت در شرکت کاغذ سازی پارس الان دولت طرح تشویقی در زمان دولت رئیسی به وجود به خود معروف ارائه داد که کمک بکنه به شرکت هایی که خودشون برق خودشون رو تشکیل بده موتورا دیزل میارن بزرگ الان کاغذ سازی پارس فکر کنم 80 درصد برقش خودش تولید میکنه بعد دولت هم حمایت میکنه بهش مثلا سوخت نمیدونم مجانی یا ام چیز سوخت بالا بش میده به حساب هم کارخانه نمیخوابد در گرمای تابستان که مصرف برق بالا میرود همین که بالاخره کمکیست به دولت تو اوج مصرف پیک مصرف بالاخره اون شرکت میتونه بدون که به دولت وابسته باشد برق خودشو تامین کند خب این یعنی چی یعنی بازم کارگران بزنیم اخراج کنیم خب بهت به ایش پتروشیمی خورده گره آقا چرا خودت نتونستی برق تو تهیه کنی گفتم اینا نئولیبرالیسم دشمن کارگر است طرفدار سرمایه‌دار مالیات کارگران ببرید بالا مالیات سرمایداران بیارید پایین بعد محمد جماعت اخوان در جواب گفته عضو شورای راهبری 3500 نفر از کارگران فولاد فولاد باید تعدیل شوند با همین سادگی تعدیل هم میکنن ها این کارا رو بارا کردن تفکر نئولیبرالیسم برای رو دنبال آزادسازی اقتصاد است حالا زیر اتفاق چه کسانی خانه خراب میشود مهم نیست سیستم های حمایتی دولتی رو به شدت کاهش خواهند داد حجم دولت رو کاهش خواهند داد. تمام سیاست های حمایتی دولت در زمینه آموزش و پرورش در زمینه بهداشت و کاهش خواهند داد مگر این رسمنجانی گور گور شده نبود که تر چی بوده بیمارستان ها باید خودشون خودکفا باشن یعنی هزینه خودشون رو در بیارن در چه شروع کردن به بریدن گوش مردم مردمی که بالاخره انسان ها در ضعف به بیمارستان به پزشک مراجعه میکنن اونا هم مثل قطاع و طریق گوش مردم رو میبریدن خب بعد این تر رسمنجانی به وجود اومد که بیمارستان ها از اینا خودشون در بیاد دولت هیچ کمکی بهتون نخواهد کرد شما ببینید تامین اجتماعی در زمان حسن کلیدوس چقدر بی ارزش شد سازمان تامین اجتماعی قبلا اینقدر خدمات میداد الان کدوم خدمات به ایرانی میگوید ما باید قیمتهای داخلی رو جانی سازی بکنیم اما حقوق آنچنانی هم به طبقه کارگر ندیم کارگرم یکی از خیزهایی که از زمان خاتمی رویاش دارن اینو از من بشنوید برا رو تغییر قانون کار به ضرر کارگراست بالاخره قانون کار مثل ماده 17 و ماده 27 یه مقداری اخراج کردن کارگر سخته چون کارگر میتونه بره اداره کار تو مجمع تشخیص و بعد هیئت حل اختلاف و در نهایت میتونه بره دیوان عدالت داری شکایت بکنه ما خودمون زمانی که سه سال اخراجمون کردن از کار به خاطر فعالیت سندیکوی و سیاسی اینا همه پروسه اون رفتیم یه کمی سخته ولی با امنیتی باشه خب مثل ما اخراجش میکنن ولی بالاخره فله ای سخته و هدفشون اینه که این قانونکار رو تغییر بدن مطمئن باشی تمام زورشون رو خواهند زد اگر دولت منباخر باشون راه بیاد مجلس منباخر اگر باشون راه نیاد مثل زمان حسن قلیدوس که اومدن قراردادهای سفید امضا رو باب کردن در ایران که اصلا در قانون کار نیومده بود قانون کار به راحتی دور زدن مواظب اینا باشیم ما همه اینا گفت قبلا ما در مورد بازگشت لیبرال ها به سن قدرت همه ای هشدارا رو قبلا دادیم برا دوستانی که ما رو دنبال میکنن میدونن بله اینم از این هم آقا موشک های فاتح رسیده یمن سکو به 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 یعنی این خود ده کلاس فاتا بش میخورست موشک زلفقار باشد یا دسپول یا خیبر شکن ولی اتمن بیشتر به زلفقار دلم میچسبد یا به یا دسپول یعنی شکل موشک مایل پرتاب ببینید رسیدت بچه دستشو پره سید عبدالملک بدردین گفته گفته یه بوید سگونیستا درارم که اون سرش ناپیدا باشد عبدالملک بدردین رهبر انسولا میگه روند عملیات مشترک یمن با مقاومت عراق در مرحله بعدی شاهد تحول مهمی خواهد شد آخر هفته گذشته با انجام عملیات یافا و حمله به تلاویف مرحله پنجم عملیات ضد سعیونیستی و دفاع از فلسطین را آغاز کردیم. دشمن از عملیات یافا شگفت زده شد رژیم سگنوسی از هدف قرار گرفته شدن تلاویف که مرکز تصمیم است و مسافت طی شده توسط پهپاد بالای 2200 کیلومتر بوده شوکه شد هدف قرار دادن تلاویف به این است که فلسطین اشغالی دیگر مکان امنی برای سعیونیستا نیست پاسخ به تجاوز دشمن سعیونیستی به هدیده در راه است و این پاسخ قطعی است الله اکبر الله اکبر خودتون برید صف سعیونیستا گوتن داریم سی تو می کاسه کلی هست شوف صبر من قبل یه باوی تو دراریم که او سرش ناپیدا بود بچو من ش... مرد عملا مرد شعار دادن نیست خواب دوستان مطلب هنوز هم داریم ولی یه مقداری حال مجازی مو زیاد جالب نیست فقط اینم ببینید سگمل کردن ترامپ بو توسط ترامپ اینجا نشستن دست دراز میکنه هره گشتنه گردون تفایی کردی؟ نادرست انتخابات بیس بیس یادم رفته زیر مشکلو تبریک گفتی به بایدن نادرست دو پیلیز نامرد روزگار همو یابو کلا هجی لفت علی بشتر نیستی گشتل گردو <تصفح> خب دوستان برنامه ما به انتها رسید با نام علی آغاز کردیم با نام علی هم به پایان میبریم علی حافظ و نگهبار بود.